سرخط خبرها. افزودن 22 فلز به فهرست اقلام تحریمی ایران. آیت الله خامنه ای میگوید هدف تحریم های آمریکا فروپاشی اقتصاد کشور است. آماده باش ارتش در پی حمله به نقاط مرزی ولایت قندهار. افغانستان میگوید در حملات راکتی پاکستان 15 نفر کشته شدند. افشای اسناد پنهانکاری مقام های قضایی ایران. عفو بین الملل میگوید وضعیت خطرناک شیوع کرونا در زندان ها مخفی نگه داشته شده. و تماشای فیلم از روی قایق، راه حل عده‌ای از ونیزی ها برای جذب دوباره گردشگران. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رهبر ایران میگوید هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا ورشکسته کردن دولت و فروپاشاندن اقتصاد ایران است تا مردم خسته شوند و جلوی حکومت بایستند. آیت الله علی خامنه ای گفته در مقابل فشارها مقاومت خواهد کرد و تحریمها موفق نخواهند شد. ساعتی پیش از سخنرانی او، آمریکا اعلام کرده بود اقلام جدیدی را به فهرست تحریمهای ایران اضافه کرده. شیدا هوشمندی گزارش میدهد. واشنگتن دامنه تحریم ها علیه دولت ایران را گسترده تر می کند. این بار با اضافه کردن به فهرست تحریم فلزات. وزارت خارجه امریکا 22 ماده که در برنامه های هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی کاربرد دارد را به فهرست تحریم ها اضافه کرده. این وزارتخانه هدف تحریم ها را سپاه پاسداران اعلام کرده که به گفته امریکا کنترل بخش ساخت و ساز را هم در ایران در اختیار دارد. بر اساس تحریم های امریکا، کسانی که آگاهانه موادی مانند گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته را به ایران منتقل کنند، مشمول مجازات خواهند شد. وزارت خزانه داری امریکا هم ماه گذشته نام 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را به فهرست تحریم های خود افزود. طی ماه های گذشته گزارش هایی از همکاری این شرکت ها با سپاه پاسداران در پروژه توسعه برنامه موشکی ایران منتشر شده بود. رقابت دو حزب اصلی برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا وارد مرحله جدی خود شده و سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ از جمله در ارتباط با دولت ایران یکی از بحث های انتخابات پیش روست. به همین خاطر نام ایران در فضای رسانه‌ای و سیاسی امریکا بیشتر شنیده می شود. همزمان پیام هایی هم از داخل ایران بیرون می آید. می خوان اینقدر فشار بیارن که مردم رو به سطوح بیارن که این موجب بشه که مردم در مقابل نظام، در مقابل حکومت و دولت بیستن. این هدف کوتاه مدت ایناست. لذا هی می بینید هم پارسال گفتن، هم پرارسال گفتن، هم امسال گفتن که تابستان داغ، یعنی داغ یعنی مردم بیان در مقابل نظام ایستادگی کنن، ولی خودشون مبتلا به تابستان داغ شدن. هدف بلند مدتشون هم به ورشکستگی کشوندن کشوره، به ورشکستگی کشوندن دولته، یعنی متلاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور. روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در کمیته روابط خارجی سنا درباره اثر تحریم‌های توضیح داد که به گفته آقای خامنه‌ای هدفش قرار دادن مردم در برابر حکومت است. آقای پومپئو در پاسخ به پرسش لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در خصوص سیاست فشار حداکثری ایالات متحده گفت تحریم ها تأثیر گذاشتند ولی هنوز به هدف اصلی خود نرسیدند. سناتور، تحریم ها به وضوح تأثیر داشتند. تحریم ها توانایی جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی حزب الله و شیعیان عراق کاهش داده، اما روشن است که هنوز به هدف اصلی خود، یعنی تغییر رفتار حکومت ایران، دست نیافته. سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موافقان و مخالفانی در داخل و خارج از ایران دارد. موافقان بر تشدید فشارها تاکید دارند و مخالفان میگویند تحریم ها بر مردم فشار می آورد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته با وجود اینکه مواد غذایی و دارو مشمول تحریم‌های آمریکا نیست، بانک‌ها و کشورهای خارجی نگران از پیچیدگی قوانین تحریم‌ها تمایلی به معامله با ایران ندارند. رویترز به نقل از یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که واشنگتن به انتقال مواد غذایی و داروی مورد نیاز مردم ایران متعهد است و شرکت‌ها و افراد غیر آمریکایی برای داد و ستد با ایران در زمینه مواد غذایی و دارو هیچ مانعی ندارند. دولت سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد که نخستین معامله یک شرکت داروسازی سوئیسی در چارچوب یک کانال بشردوستانه تکمیل شده و دولت آمریکا تضمین داده که انتقال ارزی این معاملات را تایید کند. به نظر می‌رسد در هفته‌های پایانی کار دولت کنونی آمریکا، تمدید تحریم تسلیحاتی دولت ایران یکی از مهمترین تصمیم‌های کاخ سفید درباره جمهوری اسلامی است. این تحریم طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد 27 مهر امسال به پایان می‌رسد. چین و روسیه تا کنون با این خواسته آمریکا مخالفت کردند. با توجه به گزارش‌های آژانس درباره تخلف ایران از تعهدات برجام، احتمال موفقیت وزارت خارجه آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمام تحریم‌های سازمان ملل و همینطور بازگشت خود به خود تحریم تسلیحاتی وجود دارد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی از استکهلم سوئد با ما هستن. آقای علوی، آقای خامنه‌ای میگه که از یک طرف میگه این تحریم‌های آمریکا جنایت بزرگ علیه ایران هست و از طرف دیگه میگه ما باید تکیه بکنیم بر توانمندی داخلی خودمون. منظور آیت الله خامنه‌ای از این توانمندی داخلی چیه؟ اگر به شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم، تقریبا 10 شاخص است و اون رو از منابع گوناگون مثل منابع داخلی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس یا فرزند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول ارزیابی کنیم، چنین توانی عملاً وجود نداره. چرا؟ ما در شرایط فعلی می‌بینیم که کسر بودجه بیش از نیمی از درآمدهای نیمی از هزینه‌های دولت رو می‌پوشونه، ارزش ریال به بسیار کاهش پیدا کرد در مقابل پول‌های بین‌المللی و دیوان سالاری دولتی هم البته نشون نداده که کارآمدی داره برای اینکه جلوی این تحریم‌ها وایسه. از قضا برخلاف نکته‌ای رو که رهبر حکومت میگه، تحریم‌ها در وهله اول متوجه تغییر رفتار حاکمیت، نه الزاماً اینکه شورش داخلی بشه یا فرزند بیانجامه به تلاشی اقتصادی. به همین دلیل هم است که آمریکا تلاش کرده که به هر حال این تحریم ها به صورت درجه‌ای بالا بره، یعنی پله‌وار بره بالا. و البته اون چیزی که توان داخلی نامیده میشه، ما اثری رو ازش ندیدیم در این 2-3 سال گذشته. اون چیزی که شاهدش هستیم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه است، افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی و شاخص‌های فراوان دیگه‌ای که نشون میده چنین توانی وجود ندارد. آیت الله خامنه‌ای میگه که تحریم‌های آمریکا یک هدف جنبی هم داره که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با گروه‌های مقاومت در منطقه قطع کنند، که البته به گفته ایشون گفتن که شطور در خواب بیند پنبه دانه. ولی واقعا چقدر این موضوع داره به اقتصاد ایران صدمه میزنه؟ خب صدماتی که بر اقتصاد ایران آمده چیز عجیبی نیست. ما چه به شکل آمار و ارقام از منابع گوناگون و حتی به شکل بلند مدت این در 3 سال اخیر شاهدش هستیم و مردم کوچه و بازار اینو لمس میکنن، به شکل فرضاً افزایش قیمت کالاهای اساسی خاربار به شکل روزمره یا حتی گاهی اوقات به شکل دقیقه‌ای این رو احساس میکنن. بنابراین این صدمات اقتصاد ایران چیزیست که قابل چشم پوشی نیست. اگر فقط به شاخص نفت توجه بکنیم، خب صادرات نفت ایران که در واقع ماده اصلیه، منابع اصلی رژیم هست، اون بسیار کاهش پیدا کرده و حتی در طول تاریخ اقتصاد ایران تولید نفت در ایران به اینقدر کاهش پیدا نکرده. و البته این نماد و تنها یک شاخص است. همونطوری که گفتم بیش از 10 شاخص وجود داره که نشون میده که اقتصاد ایران صدمه خورده و به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت هم بتونه این صدمات رو جبران بکنه. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی از استکهلم سوئد، متشکرم از شما.
به گفته ستاد احیای دریاچه ارومیه، جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد مساحت این دریاچه در تیر ماه امسال بیش از 50% افزایش داشته. یک مقام این ستاد گفته ورود آب نمکی که در بستر دریاچه رسوب کرده بود را حل کرده و در نتیجه عمق آن بیشتر شده. گفته شده در حال حاضر حجم آب دریاچه ارومیه به بالاترین حد در 10 سال گذشته رسیده است. آتش نشانی تهران از آتش سوزی گسترده در یک انبار کالا در خیابان فدایان اسلام خبر داده. گزارش شده سوله‌ای به وسعت حدود 800 متر مربع در این انبار 3000 متری دچار حریق شده. سخنگوی سازمان آتش نشانی گفته آتش سوزی مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشته. نیوزیلند یک نهاد ناظر مستقل نظامی به راه خواهد انداخت. اخیراً مشخص شد در جریان تحقیق درباره یک عملیات مرگبار نیروهای این کشور در افغانستان، افسران ارشد چند بار و به عمد وزرای دولت را گمراه کردند. فرمانده نیروهای دفاعی نیوزیلند به همین خاطر عذرخواهی کرده اما گفته این اقدامات سازماندهی شده نبوده. در عملیات نیروی هوایی نیوزیلند در سال 2010 چند غیر نظامی افغان از جمله کودک کشته شد. رئیس جمهوری افغانستان در اولین روز از آتش‌بس 3 روزه به مناسبت عید قربان فرمان آزادی 500 زندانی از اعضای طالبان را صادر کرد. این فرمان جدا از فهرست زندانیانی است که طالبان خواستار آزادیشان شدند. اشرف خنی گفته این افراد تا روز 4 عید قربان آزاد می شوند. با این فرمان تعداد کل اعضای طالبان که آزاد شدند به 5100 نفر می رسد. آقای غنی گفته در مورد 400 زندانی دیگر که طالبان خواستار آزادی آنهاست، رئیس جمهوری صلاحیت تصمیم گیری ندارد. او از لایجرگه خواسته در این باره تصمیم بگیرد. نسرین نوا گزارش می دهد. آغاز آتش‌بس برای شماری شروع سفری است خالی از ترس. آتش‌بس‌های موقتی در افغانستان به فرصتی برای دیدن مناطقی تبدیل شده که معمولاً به دلیل فعالیت طالبان ناممکن یا پرخطر است. بدخشان یکی از همین ولایت هاست. در هنگام آتش‌بس یک سفر معمولی و نرمال برای ولایت خود داشتیم که نه ترس طالب و نه ترس جنگ بود و از طبیعت زیبای ولایت خود لذت می‌بریم. روز اول آتش بس اما آورنده امنیت سرتاسری نبوده. امروز انفجاری در هرات از غیر نظامیان قربانی گرفت. در حالی که امروز روز اول عید در یکی از تقریبا نقاط مزدحم شهر هرات حمله انتحاری میشه و این واقعا قابل نگرانیه برای مردم که چرا با وجود آتش بس عملات انتحاری هنوز ادامه داره. شماری اما به همین آتش بس چند روزه هم خوشبینند. این آتش بس ادامه پیدا کنه، طولانی و یا هم دائمی بشه تا مردم ما از این همه ناامنی نجات پیدا کنن و این آتش بس حداقل راهی باشه که مذاکرات صلح صورت بگیره. ارگ ریاست جمهوری نیز در اولین روز عید با اعلام رهایی 500 زندانی طالبان از آتش بس استقبال کرد. در عید فطر گذشته در پاسخ آتش بس طالبان 2000 زندانی ایشان را آزاد کردیم و حالا در جواب این آتش بس هم به دلیل حسن نیت 500 زندانی دیگر این گروه را که خارج از فهرست 5000 نفری است رها میکنیم. اما در مورد آزادی 400 زندانی باقی مانده از فهرست 5000 نفری زندانیان طالبان، رئیس جمهوری گفته خارج از صلاحیت اوست. در فهرست زندانیان طالبان 400 نفر شامل هستند که آزادیشان مطابق به قانون اساسی افغانستان و قانون جزا در صلاحیت من نیست. بناهن با مردم مشوره می کنم و برای تعیین سرنوشت این زندانیان جرگه مشورتی برگزار می کنم. به باور برخی آتش بس با طالبان هم تأمین کننده 100% صلح نیست، به دلیل حضور جنگجویان گروه‌های دیگر. دیشب در مرکز لوگر انفجاری خونین ساعتی قبل از شروع آتش بس شادی مردم را به ماتم تبدیل کرد. انفجاری که دست کم 10 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. همزمان در اسپین بولدک قندهار پرتاب راکت‌ها از سوی دولت پاکستان منجر به کشته شدن دست کم 15 غیر نظامی و زخمی شدن 80 نفر شد. با این حال برای برخی مردم
همین چند روز روزنه امیدی شده به سوی تداوم آتش بس و صلح. نصر نوا، بی بی سی، کابل. مقام های محلی قندهار در جنوب افغانستان میگویند در حمله راکتی پاکستان در ولسوالی اسپین بولدک این ولایت دست کم 15 نفر از جمله کودک کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین روز گذشته شماری از مسافران افغان در اعتراض به بسته بودن دروازه مرزی چمن با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند. گزارش شده در نتیجه این درگیری عده‌ای کشته و زخمی شدند و معترضان تجهیزات مرزبانی را به آتش کشیدند. دو هفته قبل هم افغانستان نظامیان پاکستان را به حملات موشکی به پاسگاه‌های مرزی در ولایت کنر و کشتن دست کم 4 غیر نظامی متهم کرده بود. پاکستان درباره رخدادهای اخیر موضع رسمی اعلام نکرده. برای صحبت در این باره امین الله حبیبی تحلیلگر مسائل نظامی از کابل با ما هستند. هر چند وقت یک بار شاهد تنش در این منطقه مرزی دو کشور هستیم. آقای حبیبی، چرا؟ دلیلش چیه؟ ببینید، مسئله اساسی مشکل بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان هست و تا این مشکل بی‌اعتمادی میان دو کشور حل نشود، متاسفانه این بحران‌ها ادامه خواهد داشت و نه تنها این بحران‌ها ادامه پیدا می‌کند، بلکه دو کشور را از فرصت‌های توسعه اقتصادی هم باز می‌دارد. برای اینکه انرژی دو کشور به نظر من روی این صرف می‌شود که نیت منفی طرف دیگر را مهار بکند و این دهه‌هاست که در این منطقه ادامه دارد. به نظر من اگر پاکستان و افغانستان با هم ننشینند و روی مسائل و مشکلات خودشان حل عرض کنند که مذاکره نکنند و همچنین از دوستان بین المللی خواهش نکنند که وارد این مذاکرات شود و کمک بکنند به حل مشکلات، متاسفانه این مشکلات ادامه خواهد داشت، جنگ های نیابتی ادامه خواهد داشت و به نفع هر دو کشور نیست. همطور که گفتید دهه هاست این بدبینی ها ادامه داره. تلاش هایی شده ولی به نظر نمیاد که این تلاش ها به نتیجه رسیده باشه. اگر ما بخوایم به افغانستان، مسئولیت افغانستان نگاه بکنیم، فکر میکنید که افغانستان برای بهبود شرایط چه کاری میتونه بکنه؟ ببینید، افغانستان هم به نظر من از این فرصتی که فرصت مذاکرات صلح هست، فرصتی است که ایالات متحده آمریکا و متحدین بین المللی ما در این زمینه کوشش میکنن که کمک بکنن، از این کمک استفاده بکنن که مذاکرات میان افغانستان و پاکستان هم به پیش برود و این عرض کنم که این مشکلاتی که بین دو کشور هست تا حدودی مهار شود، حل شود. برای اینکه به نظر من این که افغانستان باید کوشش بکنند که خود را از جنگ میان هند و پاکستان به کنار بکشد. ما به نظر من اجازه ندهیم به هیچ کشوری که در افغانستان از افغانستان استفاده بکند و کشورهای همسایه ما را ناامن بکند و اگر کشورهای همسایه ما مثل پاکستان در عرض کنم که نگرانیایی دارن، باید به این نگرانیای مشروع اینها پرداخته شود تا این مشکلات ما حل شود و الا این مشکلات متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد و هیچگاهی ما صلح میانه در این منطقه را شاهد نخواهیم بود. متشکرم از شما امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل نظامی از کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ساعتی بعد از تصمیم واشنگتن برای گسترش فهرست اقلام تحریمی ایران، آیت الله خامنه‌ای میگوید هدف آمریکا فروپاشی اقتصاد کشور است. افغانستان میگوید در حمله راکتی پاکستان به نقاط مرزی ولایت قندهار دست کم 15 نفر کشته شدند. ارتش افغانستان به آماده باش کامل درآمده. در ادامه برنامه، تماشای فیلم از روی قایق، راهی برای جبران تعطیلی سینماهای ونیز. سازمان عفو بین الملل میگوید مدارکی به دست آورده که نشان میدهد از زمان شیوع کرونا در ایران، مقام های قضایی وضعیت به گفته این سازمان خطرناک و غیر انسانی زندانیان را پنهان نگه داشتند. بر اساس این مدارک، سازمان زندان ها به وزارت بهداشت هشدار داده بوده که برای مقابله با کووید 19 در ساختمان های پر جمعیت زندان ها امکانات کافی وجود ندارد. عفو بین الملل میگوید ظاهرا وزارت بهداشت به این هشدارها پاسخی نداده. رها بحرینی از بین الملل با ما هستن. خانم بحرینی، در مورد این مدارکی که به دست سازمان عفو بین الملل رسیده بیشتر لطفاً به ما بگید.
با سلام به شما و بینندگان، عفو بین الملل به 4 نامه دسترسی پیدا کرده و اونها رو برای اولین بار منتشر کرده که نشون میده در فاصله بین اسفند 98 و تیر ماه سال جاری مقامات ارشد سازمان زندانها 4 مکاتبه که ما دیدیم و در واقع ولی 5 مکاتبه با وزارت بهداشت انجام دادن و خواهان کمک‌های نقدی و غیر نقدی فوری برای تأمین اقلام ضروری مثل مواد ضدعفونی کننده، ماسک، لباس پوششی، سایر تجهیزات محافظت شخصی و همینطور دستگاه‌ها و لوازم پزشکی شدند و تا تیر ماه امسال هیچ گونه واکنشی علارغم مکاتبات مکرر و پیگیری‌های حضوری بر اساس اونچه که در نامه‌ها گفته شده از سوی وزارت بهداشت دریافت نکردند و در آخرین نامه که مورخ 15 تیره خواهان برگزاری یک جلسه اضطراری شدند. در نامه‌ها گفته شده که وضعیت زندان‌ها محل خطرناکی برای شیوع کرونا است، به این دلیل که با ازدحام جمعیت روبرو هستند زندان‌ها و همینطور افراد مسن دارای بیماری‌های زمینه‌ای با سابقه اعتیاد، مادران باردار و مادران شیرده به همراه کودکانشون در زندان‌ها ایران هستند و همینطور افرادی که بیماری‌های سل، هپاتیت و اچ‌آی‌وی دارند و این نوع نامه ها در واقع نگرانی های مدافعان حقوق بشر رو تاکید میکنه که زندان های ایران فاقد تجهیزات لازم برای مقابله با بیماری های واگیرداری مثل کووید 19 هستند و دولت ایران با عدم رسیدگی به این درخواست ها در واقع مرتکب قصوری فاجعه بار در زمینه حفظ سلامت و جان زندانیان شده. سازمان زندان ها از وزارت بهداشت خب چنین امکاناتی رو خواسته، این امکانات نه تنها تامین نشده بلکه شرایط زندان‌ها هم مخفی نگه داشته شده. دلایلی که برای این میشه متصور شد چیه؟ متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران، نه دولت، نه قوه قضاییه و نه نمایندگان مجلس هیچ وقت شرایط بیرحمانه و غیر انسانی زندانیان رو در اولویت قرار ندادن. سال هاست که در زندان‌های ایران زندانیان با مسائلی مثل کمبود سرویس‌های بهداشتی، هوای آلوده، غذای نامناسب، آب شور، نبود سرویس‌های بهداشتی، نبود تخت خواب کافی روبرو هستند. نیازهای پزشکی زندانیان به طور آمدانه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و در شرایط بحران کرونا مجموعه این عوامل زندان‌ها رو به محلی خطرناک برای بحران کرونا تبدیل می‌کنه. متأسفانه تنها اقدام مثبت مقامات در طی ماه‌های گذشته اعطای مرخصی بوده که این به خودی خود قدم بسیار مثبتیه. به گفته مقامات تا پایان اردیبهشت به 128,000 نفر مرخصی داده شده، اما دو نکته مهم رو اینجا باید به یاد بیاریم. یک، این مرخصی‌ها همچنان مسئله ازدحام جمعیت در زندان‌ها رو حل نکرده و بر اساس آمار رسمی در همین خرداد امسال 211,000 نفر در زندان‌ها بودن که دو برابر و نیم ظرفیت زندان هاست و همینطور صدها زندانی عقیدتی و سیاسی مشمول مرخصی نشدن و مقامات همچنان احکام ناعادلانه حبس بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی و کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ماه دستگیر و محاکمه شدن رو حتی به اجرا گذاشتن. در این دوران مدافعان حقوق بشر از مرگ بیش از 20 نفر خبر دادن، البته ما اینها رو به طور مستقل تایید نکردیم، ولی مرگ‌های مشکوک مرتبط با کووید 19 هستند و بعضی از این قربانیان گفته شده که آسم داشتن، بیماری ریوی و قلبی داشتن و بنابراین اصلا نباید در زندان در چنین شرایطی می بودن و مجموعه این عوامل بسیار نگران کننده است. عفو بین الملل از مقامات ایرانی مکررن درخواست کرده که به این شرایط رسیدگی کنند و همینطور اجازه بازدید ناظران بین المللی از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از زندان‌های ایران رو فراهم بکنند. متشکرم از شما رها بحرینی از عفو بین الملل. در ایران وزارت بهداشت اعلام کرده 15 استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند، 11 استان هم در وضعیت هشدار قرار گرفتند. بر اساس آمار این وزارتخانه در شبانه روز گذشته 197 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. بیش از 1500 بیمار هم در این مدت شناسایی شدند. برخی مقام‌های بیمارستانی و مرکز پژوهش‌های مجلس آمار واقعی را بیشتر از آمار رسمی می‌دانند.
بر اساس جدیدترین آمارهای اروپا، اقتصاد تمام کشورهای حوزه یورو در سه ماهه دوم سال جاری 12.1% کوچک شده. اسپانیا بیشترین آسیب را در میان این کشورها دیده و با کاهش 20% تولید ناخالص داخلی به شدیدترین رکود اقتصادی در تاریخ معاصرش دچار شده. در بخشی از بریتانیا که شمار مبتلایان به کرونا افزایش داشته، از جمله در شهر منچستر محدودیت‌ها دوباره برقرار شدند. وزیر بهداشت بریتانیا گفته ردیابی تماس مبتلایان نشان داده افزایش ابتلا به کرونا در این مناطق بیشتر ناشی از رفت و آمدهای خانوادگی بوده. حالا بر اساس محدودیت‌های جدید، دید و بازدید دوستان و خویشاوندانی که هم خانه نیستند هم ممنوع شده. این محدودیت‌ها از نیمه شب امشب اجرا خواهند شد. ایتالیا از کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از کرونا دیدند. مسئولان برای مهار کرونا محدودیت‌های شدیدی برقرار کردند، اما حالا زندگی دارد کم کم به حالت عادی باز می‌گردد. در ونیز گروهی از فعالان فرهنگی در تلاشند گردشگران را دوباره به این شهر بکشانند. تیم آلمن گزارش می‌دهد. رانندگی را فراموش کنید. این قایق را نیست. ونیز به خاطر جشنواره فیلمش مشهور است. اما چطور می شود با وجود تعطیلی سینماها فیلم نمایش داد؟ به راحتی. فقط تماشاچی ها را با قایق به اینجا بیاورید. این ایده رو در قرنطینه پیدا کردم. دورانی که رسانه‌ها وقتی درباره فعالیت‌های فرهنگی حرف می‌زدند به ونیز می‌گفتند شهر مرده‌ها. با خود فکر کردم که چرا قایق سینما برپا نکنیم. سالن نمایش یک تعمیرگاه کشتی است. 300 نفر سوار بر 60 قایق به تماشای فیلم می‌آیند. بلیتش مجانی است، اما باید از قبل جا رزرو کرد. خوراکی هایتان را هم باید با خود بیاورید. اما به نظر راه متمدنانه ای برای تماشای فیلم است. خیلی هیجان انگیزتر از تماشای فیلم تو سالن بعد از این اتفاقها این زیباست. سری جا رزرو کردیم. این هر روز اتفاق نمی‌افته. یکی از فیلم ها آرواره ها بود. شاید برای شگون. اگر موفقیت آمیز باشد، مطمئناً به قایق‌های بزرگتری نیاز خواهد بود. تیم اولمن، BBC نیوز. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.